بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو به ادامه درس های گذشته به ارتباط فاکتورهای محدود کننده رشد میدان های اکولوژی صحبت خواهیم کرد. چند ویدیو تکرار آمده. قوانین مربوط به عوامل محدود کننده قوانین مربوط به عوامل محدود کننده رشد، یعنی محدود کننده رشد است، نه نفوس یا جمعیت. تا قبل از سال 1840 میلادی تنها تیوری یا نظریه‌ای که در زمینه تغذیه نباتات وجود داشت به این صورت بیان میشد که نباتات تنها از مواد عضوی استفاده میکنند. یعنی در سال 1840 به این نظر یا به این مفکوره بودند که تنها تغذیه نباتات ارتباط میگیره به مواد عضوی، تا اینکه در سال 1840 دانشمند به نام لیبک که یک کیمیادان آلمانی بود ثابت کرد که اولا نباتات از مواد معدنی تغذیه میکنند، نه از مواد عضوی، و ثانیا تیوری برگشت یا استرداد را برگشت یا استرداد کرد. دو یک مانا میده این نوع بیان کرد که مواد گرفته شده از خاک توسط نبات باید دوباره به زمین برگشت داده شود تا بتوان از آن زمین مسئول برداشت کرد. خب میگم در سال 1840 دانشمند به نام لیبک که یک عالم آلمانی بود ثابت کرد که نباتات بر علاوه مواد عضوی اولا دیگه از مواد معدنی غیر از کاربن و نیتروژن و فسفر است، دیگه مواد کلسیم و سدیم اینا رو بتونه از خاک بگیره و دوباره میگه باز یار بتونه برگشت بده به این که زمانی که نبات مواد از خاک میگیره جذب ساقه و برگ اینا میشه، گل میشه، زمانی که برگ و اینا برزه پس دوباره برگشت میکنه یا استرداد میشه، همون ریسایکل که ما میگیم که پس به وسیله به خاک انداخته میشه دوباره به وسیله نبات همون نبات یا نبات دیگه نباتات میتونه از او استفاده کنند. یعنی محصول برگشت کرد، یعنی چیزی که از زمین حاصل کرد مواد معدنی مواد عضوی به نبات انتقال پیدا کرد، آفتاب و برگ هم کار خود کرد و شیره نباتی ساخته شد، در برگ موادی که گرفته شده دوباره پس قابل استرداد یا بازگشت به چیست؟ به خاک. وقتی که داخل خاک رفت پس همون نبات یا نباتات مجاور میتونن از او استفاده کنند. دانشمند آلمانی به نام لیبک در راستای قوانین مربوط به عوامل محدود کننده تئوری را یک تئوری ارائه داد که با نام قانون لیبک مشهور است. این قانون بیان می‌دارد که رشد موجودات زنده تحت تاثیر عنصری است که کمترین مقدار را در محیط دارا است. به عبارت دیگر هرگاه همه عناصر موجود اما یک عنصر در محیط کم باشد رشد و نموی موجود زنده و نبات متناسب با آن عنصر است که در محیط کم بود است. خب دانشمند میگه که به نام لیبک میگه در سال 1840 در راستای قوانین مربوط به عوامل محدود کننده یک تیوری یک نظر داد که به نام قانون لیبک هم مشهور است. میگه رشد و نموی موجود زنده تحت تاثیر عنصری است، یک این منظور عنصری است که کمترین مقدار را در محیط داراست، که کمترین مقدار در محیط پیدا میشه. به عبارت دیگر هرگاه همه عناصر موجود باشه اما یک عنصر در محیط کم باشد رشد و نموی موجود زنده و نبات متناسب با آن عنصر است که در محیط کم پیدا میشه. دیگه همه عناصر است اما رشد و نموی نبات بمو عنصری است که بمو عنصر کمیاب که در محیط به حد بسیار ناچیزی وجود داره.
در اوایل قرن 19 بیستم در 19 4 دانشمند دیگری به نام بلاکمن به این نتیجه رسید که نه تنها منیمم عوامل کیمیایی، منیمم یعنی حداقل، که حداقل عوامل کیمیایی بلکه منیمم عوامل فیزیکی هم میتواند گاهی مددوینده باشد. خب دانشمند دیگه میگه که حداقل عوامل کیمیایی نه بلکه عوامل فیزیکی، خب کیمیایی مربوط به عناصر کیمیایی میشه، اما عوامل فیزیکی هم میتونه خود خاک باشه، خود رطوبت باشه، سردی، گرمی، همه تونه مدید بکنه. دقیقا همین تر است. ما هم به این باوریم که گاهی در فصل نبو هوا خیلی گرم میشه یا بیش از حد گرم میشه یا خیلی سرد میشه یا اگه باد شدیدی میایه میتونه در روش نموی نبات سکتگی رو نماشه. گاهی قانون لیبیک و بلاکمن در هم ادغام و قانون لیبیک بلال بلاکمن نامیده میشود و این طور تعریف میشود که رشد و نموی نباتات توسط عوامل فیزیکی و کیمیایی کنترل میشود که مقدارشان در حداقل است. میگه رشد اردو دانشمند گاهی تو اردو نظر مشابه داشتن به نام قانون لیبیک بلاکمن هم یاد میشه که میگه رشد و نموی نباتات توسط عوامل فیزیکی و کیمیایی کنترل میشود که مقدارشان در حداقل است. در سالهای بعد این دو قانون در مورد حیوانات نیز به اثبات رسید. در سال 1909 دانشمند آلمانی به نام میچرلیخ مشاهده کرد که وقت نبات مقدار کافی از عناصر و جوی زک عناصر مدید کننده را دارد، عکس العمل رشد متناسب با عناصر مدید کننده خواهد بود و رشد و نبات با افزایش مقدار عامل مدید کننده زیاد میشود. خب میگه وقتی دانشمند دیگه مشاهده کرد که وقت نبات مقدار کافی از عناصر بجز یک عنصر مدید کننده را دارا است، عکس العمل رشد متناسب با عنصر مدید کننده خواهد بود. یعنی به اون عنصری که کم به او برسه در واقع به او عکس العمل نشان بده و رشد نبات با افزایش مقدار عوامل و رشد نبات با افزایش به او افزایش بدیم مقدار عامل محدود کننده زیاد می شود. وقتی ما همون عنصری که او محدود میکنه رشد کم میکنه، وقتی ما او زیاد کنیم افزایش بدیم، پس رشد نمو از او هم زیاد میشه. البته این به صورت نسبت مستقیم نیست و البته این به صورت نسبت مستقیم نیست. در سال 1914 دانشمندی به نام شلفرد قانون لیبیک را تکمیل کرد و قانون یا اصل بردباری شلفرد را مطرح کرد که به نام شلفرد لا آف تولرنس را مطرح کرد. و دانشمندا همیشه در تحول در تکامل علم قدم برمی دارن. همیشه یک دانشمند یک موضوعی مطرح میکنه، موضوع دانشمند بعدی بازم روی موضوعی که دانشمند قبلی کار کرده ای هم کار میکنه تا این نظریات خود باز مطرح میکنه. در صورتی که با هم توافق بود، توافق نظر داشتن، بشه قانون مشترک بسازن که به نام هر دو دانشمند درو باشه، مثل به نام قانون شلفرد قانون لیبیک که به نام قانون یا اصل بردباری شلفرد یاد میکنن. یا طوری که در صورت قبلی گفتیم دو دانشمند به نام شیرمن بلاکمن و یک دانشمند دیگه برام خود یک قانون مطرح کردن در مورد عناصر مدید کننده رشد و نموی نباتات. پس ما میگیم همیشه علم در تحول است، در تغییر است، بخاطر که دانشمندان روزمره در عوامل مختلف در بخشای مختلف روی نباتات و حیوانات کار میکنن و نظر میدن. خب این دانشمند به این نتیجه رسید که نه تنها منیمم عوامل محیطی بلکه مکزیمم، یعنی حداقل عوامل محیطی و حداکثر عوامل محیطی نیز میتواند محدود کننده باشد. دقیقا یعنی هم اگر خیلی کم شد رطوبت تاثیر میداره و هم خیلی زیاد شد، هم گرمی خیلی کم شد و هم گرمی خیلی زیاد شد، هم سردی
هم زیاد و هم کم. پس اینا همه و همه عوامل فیزیکی محدود کننده رشد نموی نباتات هستند. این اصل میگه این موضوع بیانگر این واقعیت است که برای هر نوع در اکوسیستم یک منیمم و یک مکزیمم بردباری یا تحمل، خب منیمم اتخل مکزیمم اتکسر بردباری تحمل نسبت به چی؟ نسبت به هر عامل محیطی وجود دارد. مثلا میگه همین نبات تا 45 درجه مکزیمم از اونه ده. اگر زیاد شده باز اکسول عمل نشانه در پاش مرده میشه، آب خود از دست میده. اگر زیادتر شد باعث نبودی از اون میشه. اگر بگیم یک نبات در مرفی 15 که امو منیمم از اونه، اگر بیشتر از اون پایین تر رفت میتونه که بازم اکسول عمل نشان بده یا بردباری خود نشان بده یا تحمل خود نشان بده. خب که وجود حد بین منیمم و مکزیمم بردباری ها دامنه بردباری یا limits of tolerance هم میگن که بین مثلا بگیم مرفی 15 و مرفی مثبت 45 همین برابر دامنه بردباری یا طیف بردباری هم میتونیم یاد کنیم limits of tolerance. خب تایپ آف لیمیتینگ فاکتور اینه ببینیم بایوتیک فود پریدیشن دیزیز امراض پاراسیتیزم پارازیت ها این وسیف اشپیزیز از انواع غیر بومی کمپیتیشن و رقابت یعنی بین زمان رقابت وجود داره میتونه این فاکتورهای زنده باشه. ابایوتیک واتر آب فاکتور مهمیه جای زندگی لیوینگ اسپیس گلوبال وارمینگ گرفتار کره زمین هبیتات دسترکشن تخریب سرپناه یا جای زندگی شلتر خانه یا سرپناه سایل یا خاک اینا فاکتورهایی هستن که محدود بکنن این متا اینا غیر زنده و این بخش زنده هستن. بازم لیمیتینگ فاکتور فاکتورهای مثلا در انسان در اطفال در دوره کودکی شیر غذا فاکتوری است محدود کننده رشد نموی نباتات انسان یا کودکان. و limiting factors of an ecosystem limiting factors are abiotic factor فیزیکی that limits the amount of organism that live in that particular ecosystem. میگه خود فاکتورهای غیر زنده یک تاثیر بسیار مستقیم در یک منطقه دارد بالای همون نباتات و حیوان و همه چیزی که وجود داره. For example به طور مثال a desert is going to have a limiting amount of organism compared to rainforest. خب عنوان مثال بگه صحرا یا بیابان فاکتورهای محدود کننده زیاد داره نسبت به یک جنگل درو جنگل بارانی باشه. چرا؟ due to the lack of water به خاطر اینکه در صحرا آب کم است. the following are most important abiotic factor همین که پای کالا میگم در فاکتورهای غیر زنده است مثلا آب نور آفتاب درجه حرارت سایل ترکیب خاک. پس اینا همه فاکتورهایی هستن که بالای رشد و نموی نبات تاثیر مستقیم دارند میتونه هم مثبت هم منفی داشته باشند. یه پردیشن گفتیم شکار شکار یک فاکتوری محدود کننده که میتونه رشد از اینا نفس اینا محدود کنه چون همیشه شکار از یا تغذیه میکنه پس این محدود کردنه density depend the factor. پس شکار یک عامل تراکم نفوس است نفوس کم میکنه دیگه پس بالای نفوس تاثیر داره. درود خوشسالی یعنی ببین درود خوشسالی density depending factor بازم تراکم مستقیم وابسته است به چی؟ به آب به خوشسالی علف نیه آب نیه پس دیگه ممکنه باعث رشد نموی نباتات ایوان نشه و نبات ایوان در منطقه کم شو از بین بره. خب استفاده زیاد از طبیعت انسان مداخله میکنه اکوسیستم رو مهم میزنه محیط زیست خراب میکنه پس اینجا انسان به عنوان یک فاکتور زنده هم میتونه بالای محیط تاثیر داشته باشه آلودگی وجود نه اقتصاد خراب میکنه
زیربنا رو خراب میکنه. پس انسان هم به منابع خود تاثیرگذار است در تخریب رشد اکوسیستم ها. خب انواع عوامل مدود کننده که به چهار دسته تقسیم می شوند: عوامل اقلیمی مثل نور، حرارت و باد. اینا عوامل اقلیمی هم میگن، عوامل فیزیکی هم میگن، عوامل غیر زنده هم میگن. عوامل خاکی، اضافی کاندشن یا آشات خاک مثل عناصر غذایی در خاک، اسیدیت تیزابی بودن یا شوری بودن که باعث به پیچ خاک میشه. پس اینا هم جزء فاکتورهای فیزیکی هست که میتونن در رشد و نمو نباتات تاثیر مستقیم داشته باشند. پستی و بلندی، توپوگرافی مثل زاویه شیب و ارتفاع سطح دریا، اینا هم فاکتوری هست که ما شما قبلا در سلایدهای قبلی در درسهای اولیه صحبت کردیم. فاکتورهای غیر زنده و تاثیرگذار بالای رشد و نمو نباتات. وقتی در شیب نبات درخت ما غرس میکنیم، اگر بیشتر وقت سایه بود رشد نمیکنه چون شیب دیگه سایه گیره، اما در طرفی که آفتاب باشه ما رو غرس میکنیم، ببینیم رشد نمو زو نسبت به اون سمت که شیب داره و سایه زیاد است رشد زور کم میکنه، در جایی که آفتاب باشه بیشتر رشد میکنه. خب عوامل زیستی و زندگی که موجود زنده هم از نباتی و جانوری را شامل میشود، این عوامل دست به دست هم میدن و شرایطی را به وجود میآورند که میتونن در رشد و پراکنش یا انتشار پخش شدن موجود زنده تأثیر گذار باشند. پس عوامل دست به دست هم میدن، میتونن در هم رشد کنن و هم ساحل بیشتر اتوا کنن، پخش بشن به وسیله باد، آب انتشار پیدا کنن و پس یا هم تأثیر مستقیم بر انتشار نباتات و حیوانات داره. خب عنوان دیگه داریم بلانس ایکولوژی یا ایکولوژیکال بلانس. بلانس ایکولوژی یا بردباری یک نوع عبارت است از قابلیت تثبیت شدن یک نوع در محیط های مختلف. خب تثبیت میشه که یک نوع در محیط های مختلف در جایی که عوامل ایکولوژی دستخوش تغییرات کم و بیش بزرگی قرار میگیرد. در جایی است که عوامل ایکولوژی مختلف قبلا صحبت کردیم، هم تغییرات کم و هم تغییرات زیاد وجود رخ میده یا اتفاق میفته. نوعی که دارای بلانس ایکولوژی ضعیف باشد تغییرات بسیار محدودی از عوامل ایکولوژی را تحمل میکند. خب یک نوعی که دارای بلانس پایین باشه، ضعیف باشه، تغییرات بسیار محدودی که برایش کم باشه بتونه تحمل کنه. هم اگر زیاد بود باز به او عکس العمل نشون بده و ممکنه نابود بشه. به این قسم انواع اصطلاحا به نام استونز میگویند. خب انواعی که قادرند و توانایی دارند در محیط های متفاوت و بسیار متغیر افراد خود را تثبیت و تحمل کنند. یوریس گویند. خب کنار خب اون نوعی که در محیط های متفاوت و بسیار متغیر خیلی فرق داره از لغای پیچیدگی، از لغای اکوسیستم بود تنوع، و هم بسیار افراد متغیره، یعنی انواع زیاد اونجا وجود دارن، بتونن خود تثبیت کنن، نشان بدن، ظاهر بسازن و به اون منطقه سازگاری داشته باشن به نام ایروس یاد میکنن. ولانس ایکولوژی در یک نوع معین بر حسب این که در چی مرحله از رشد باشد متناوب است. لذا ولانس ایکولوژیک قابلیت گسترش موجودات زنده را تنظیم میکند. انواعی که دارای قابلیت انتشار وسیع هستند یا وسیع دارند همان انواعی هستند که از بلانس ایکولوژی بلندتری برخوردارند. اونا که ندارن بالعکس ضعیفند. او نوع ایوان و او نوع نباتی که دارای قابلیت انتشار وسیع دارند همان انواعی هستند که از بلانس ایکولوژی یعنی بردباری تحمل بیشتری دارن در مقابل عوامل مختلف.
اونایی که کم هم بلک ضعیفند. خب میدان اکولوژی در واقع نقطه اپتیمم متوسط بهینه یا بهترین و یا پر از انرژی ترین را گویند و آن زمانی است که اعمال حیاتی یا کردار حیاتی موجود زنده به طور مطلوب انجام گیرد و اگر یکی از این رفتار یا اعمال از حدود اپتیمم که حد متوسط حد بهینه حد خوب خارج می شود مطمئنا اختلال در بردباری آن موجود زنده وجود خواهد آمد و میدان اکولوژیکی آن نوع تغییر خواهد کرد. خب تکرار میکنیم، در واقع نقطه اپتیمم، نقطه اپتیمم جایی که متوسط دیگه، مکزیمم بالا، منیمم پایین، اپتیمم حد متوسط، حد بهینه، حد خوب، یا بهترین و یا پر انرژی ترین را گوید و آن زمانی است که اعمال، جمع عمل، عمل حیاتی، اعمال حیاتی موجودات زنده به طور مطلوب انجام گیرد و اگر یکی از این رفتار یا اعمال از حدود اپتیمم خارج می شود مطمئنا اختلال در بردباری، در تحمل، در تولرنس آن موجود زنده وجود خواهد آمد و میدان اکولوژیکی آن نوع تغییر خواهد کرد. خب بنابراین انتشار نباتات، یا پراکنش نباتات یا سایر موجودات زنده بر روی سطح زمین متناسب با وضعیت وسعت میدان اکولوژی، بزرگ از میدان اکولوژی در جایی که در مسیر تا جایی که فاکتورهای اکولوژی میتونه محدود کنه و درجه بردباری آنها نسبت به عوامل محیط خود صورت میگیرد یا بردباری و تحمل از اونا نسبت به عواملی که در محیط صورت میگیره، گرمی، سردی، ارتفاع سطح بر، هر چقدر انواع از اپتیموم یا حد نهایی فاصله گیرد تعداد افراد آن نوع در آن محیط کاهش پیدا کند و هر چقدر همو پارامترهای گرمی یا سردی از اپتیموم، از حد متوسط، حد خوب، حد نرمال، حد نرمال فاصله گیره یا به طرف بالا که حد زیاد شه یا کم شه، پس انواع خوب رشد نمی کنند، تعداد اینا کم میشه، از بین میرن. میگه مانند چی؟ مسابقه باسکل دوانی که هر چقدر با نقطه پایان نزدیک میشویم تعداد باسکل سواران به دلیل کمبود توان در ادامه دادن مسیر کاهش میابد. یک مثال میگه هر قدر ما زمانی که به ختم مسابقه برسیم چون خسته میشیم خود به خود تعداد باسکل سواران کم میشه. پس این میگه هر چقدر انواع نبات یا حیوان فرق نمیکنه به شرایطی که زندگی میکنه از حد متوسط، حد بینه، حد خوب فاصله بگیریم یا به طرف پایین بریم که منیمم بشه یا به طرف بالا بریم که مکزیمم بشه خود به خود بالای تعداد نوع حیوان و نبات تاثیر منفی میگذاره، پس باعث کمبودی یا عدم موجودیت همون نبات حیوان در منطقه میشه. پس همیشه در حد متوسط نباتات رشد و نموی خوبی دارن و هم باعث پراکنش انواع درخت ها، نباتات، ایوانات در خود منطقه خواهد شد. این بود که پای که در این ویدیو به سمون شما رسید. خدا کنه که از این ویدیو حداکثر استفاده برده باشید. تشکر از توجه شما عزیزان.